بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با مدثر اسلامی، عضو مسئول ارتباطات کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا مک. آقای اسلامی سلام به شما، به برنامه خوش آمدید. سلام، تشکر از شما. ممنونتان. در رابطه با پخش دو گزارش که با تاخیر روبرو شده، میخوایم بدانیم که مشخصا این گزارشات در مورد چی بوده و دلیل تاخیر را شما در چی میدانید؟ تشکر. گزارش های ما در مورد وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی در ماه دسامبر سال 2019 و ماه جنوری سال جاری نهایی شدن و به اساس طرز العملی که مک داره، او گزارش ها را قبل از نشر به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تقدیم میکنه تا نظریات رهبری حکومت را در مورد سفارشات کمیته مک با خود داشته باشه، به خاطر که تطبیقی سفارشات در نهایت برمیگرده به مو اداراتی که مربوط به حکومت میشه. به او خاطر بحث نظریات اونا در مورد سفارشات کمیته مک ضروری میباشه و همچنان به خاطر ای که بتانیم هماهنگی لازم را بین ادارات مختلف ایجاد بکنیم، او بحث میشه در شورای عالی حاکمیت قانون، جایی که نماینده های همه ادارات حکومتی حاضر میباشند در بلندترین سطح تصمیم گیری و اوجا هماهنگی ایجاد میشه در تطبیق سفارشات کمیته مک. اما به دلایل مختلف بحث این دو گزارش متاسفانه از ماه جنوری سال 2020 به این طرف صورت نگرفته، با وجودی که کمیته مک از امون چینل هایی که در دسترسش بوده تلاش کرده که مکررن تعقیب کنه این مسئله را، هم با ریاست جمهوری و هم با ادارات مربوطه که وزارت مالیه باشه و وزارت اداره تدارکات ملی باشه. حکومت در ابتدا دلائل تأخیر در بحث دو گزارش ها را جنجال های پارلمانی خوانده بود، اما بعد از اینکه در ماه فبروری تحلیف صورت گرفت، حکومت متاسفانه وارد جنجال های بیشتر داخلی خود شد و تدویر جلسات شورای عالی حاکمیت قانون با گفته مسئولین به شکل منظمی که باید صورت می گرفت صورت نگرفت و بعد از اون متاسفانه ما وارد یک بحران دیگر به خاطر شیوع وایرس کرونا شدیم که تنظیم مجالس باز خدشه‌دار شد و به تأخیر افتاد و بعد از اون ما تا امی لحظه که ما در اینجا حضور دارم مکررن این مسئله را تعقیب میکنیم با سکرتاریت شورای عالی حاکمیت قانون و قبل از عید ما خبری را که دریافت کردیم از ریاست جمهوری ای بود که رئیس جمهور وقت خواسته، در مورد وقت اندک خواسته که این گزارش ها در شورای عالی حاکمیت قانون به بحث گرفته شود، اما متاسفانه بعد از ایدام تقریبا یک ماه آل داره پوره میشه و این آخرین صحبت هایی که در دو روز گذشته ما از سکرتاریت شورای عالی حاکمیت قانون داشتیم ای بود که در هفته آینده یا به هر زودترین فرصتی که مجلس شورای عالی حاکمیت قانون دایر شود این گزارش ها در اجنده شامل است و بحث گرفته میشه. درست. میخوایم بدانیم که در این گزارش ها چه موارد گنجانیده شده و مخصوصا در قسمت فساد نگرانی وجود دارد، چقدر این فساد وجود داشته، مبارزات یا موارد درک خود نهادهای دولتی افغانستان میگن که به خاطر فساد انجام میتن چگونه بوده؟ ما این گزارش دو گزارش همونطوری که در گزارش شما هم یادآوری شد از گزارش های عمده و مهم کمیته است. گزارش های کمیته در سطوح مختلف گزارش های وسیع و بزرگ است و همچنان گزارش های است که یک بخش مشخصی از یک اداره را مورد مطالعه قرار میده و بعضی از گزارش هم قضایای مشخصی را مورد مطالعه قرار میده. این دو گزارش تقریبا هر دو اداره را در کلیاتش مورد بحث قرار داده در وزارت مالیه
ما دو پروسه یا دو بخش بزرگ وزارت مالیه که عواید و گمرکات است، او را مورد بحث قرار دادیم و در اداره تدارکات ملی هم تقریبا تمام بخشای ای اداره مورد بحث قرار گرفته. ما طریق کار کمیته میک ای است که در این نوع از گزارش ها جمع‌آوری معلومات تقریبا 6 ماه وقت را میگیره که تحقیقات روی میز هم شامل او است، مصاحبه های مستقیم با مسئولین و با استفاده شوندگان او خدمات هم شاملش میشه و همچنان مشاهدات و تحلیل اسناد هم شامل او میشه. یعنی این تحقیق و جمع‌آوری معلومات برای این هر دو گزارش وقت زیادی را در بر گرفته و بخشای مختلف ادارات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و ما تلاش کردیم که در همه بخشای ادارات آسیب پذیری هایی که در برابر فساد اداری وجود داره او را تشخیص بدیم و به خاطر از بین بردن این خلاها و مشکلاتی که موجود بوده سفارشات تخصصی و مربوط را ارائه بکنیم. طبیعی است که سیستم های حکومتی در کل و به خصوص جایی که پول رفت و آمد زیاد داره، دوران بیشتر داره و یا کار تدارکات به ادارات مشخصا مربوط میشه، در اوج آسیب پذیری ها بیشتر از بخش های دیگر است نسبتا. بنان ما آسیب پذیری های متعددی را در هر دو بخش شناسایی کردیم و به خاطر از بین بردن اونا سفارشاتی را هم ارائه کردیم. درست. آقای اسلامی، آیا فکر میکنین که قصدن تأخیر صورت میگیره یا فکر میکنین که واقعا به این مسئله هیچ اهمیت و توجه قائل نیستن؟ باور من ای است که حکومت به خاطر ای که جنجال های سیاسی دیگر را در اولویت قرار داده، امر مبارزه با فساد اداری حداقل در امی مقطع زمانی برش اولویت نیست. به می خاطر است که این مسائل یا ای است که ریاست جمهوری خواهان وقت بیشتر میشه در این مورد و یا ای است که به دلایل مختلف یا حتی بعضی وقت به دلایل نامعلوم بحثی گزارش ها به تأخیر انداخته میشه. ای که حکومت قصدن نخواهی گزارش ها را نشر کنه ای طور نیست یا اجازه نده که مک ای گزارش ها را نشر نکنه، به خاطر که اگر ای کار می بود حکومت در ابتدا موافقه نمی کرد امرای مک ای گزارش ها ای تحقیقات را انجام میکنه. توجه بر مبارزه با فساد دیگر در حکومت افغانستان در این مقطع زمانی متاسفانه امیتور دیده میشه که در اولویت قرار نداره برشان. خب این مسئله چقدر میتونه نگرانی را بیشتر بسازه؟ شما از در مورد فساد در ادارات گزارش هایی را تهیه میکنین، نظارت میکنین. همین اکنون هم که ما در وضعیت قرار داریم که ویروس کرونا تهدید میکنه مردم افغانستان را و تعداد زیاد از کشورها هم کمک کردن، چه کمک بوده که مواد بوده، مواد بهداشتی و یا هم ابزارهای بهداشتی و یا هم پول نفت، فکر میکنین که اگر واقعا به این مسئله که نظارت هست، شفافیت هست، توجه صورت نگیره، چقدر ما با زیانهای بیشتر روبرو خواهیم شد؟ واقعا نگران کننده است. ما همونطوری که شما گفتین به خاطر مبارزه با ویروس کرونا پولهای زیادی به حکومت افغانستان یا به افغانستان به حیث یک کشور کمک شد. در اینطور حالات بحرانی طبیعی است که پولها مصرفش به عجله و به وقت کم باید صورت بگیره چون حالت بحرانی و استثنایی است. اما در عین حال مبارزه با فساد اداری هم از یاد باید نره، به خاطر که نگرانی ها و گزارش هایی را که ما میشنویم اوی است که متاسفانه در این حالت بحرانی هم بعضی مردم تلاش میکنن که پول هایی که به خاطر مبارزه با کرونا تخصیص داده شده او حیف مایل بکنه. میدان ما نگرانی ما هم در مورد این دو گزارش مشخص که داریم و هم در مورد مصرف پولی که به خاطر مبارزه با کرونا تخصیص داده شده نگران هستیم. اما در عین حال این رو یادآوری ضروری میدانم که ما طوری هم نیست که حکومت یعنی اصلا همکاری نداره با میک. ما از ماه جنوری به این طرف حداقل 3 گزارش نظارتی را در مورد وزارت داخله، وزارت معارف و وزارت معادن نشر کردیم. ممنون از شما آقای اسلامی.